درود بر شما دوستان، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. امروز 17 سپتامبر 2020 در خدمت شما هستم با تحلیل تکنیکال نچرال گس. امروز نچرال گس یکی از شاید میشه گفت بزرگترین، من یادم نمیاد که تا حالا اینقدر سلاف شدید داشته باشیم توی نچرال گس، حدود 11% افت کرد. امروز اینونتوری بالا بود، 80 میلیون اگر اشتباه نکنم ذخایر بودش که نسبت به انتظارات حدود 10 میلیون بشکه بیشتر بود، 10 میلیون فوت مکعب بیشتر بود. ولی چیزی که هستش، ما خیلی اینونتوری های بیشتر از این داشتیم ولی اینقدر تاثیر نداشته روی قیمت گاز. حالا پس دلایل فاندامنتال نمیتونه باشه. چرا؟ چون دلایل فاندامنتال برای مثال طوفان سلی که الان شرق آمریکا رو تحت تاثیر خودش قرار داده، بسیاری رو از خونه، به قول معروف خونه های خیلی از افراد رو خراب کرده، خیلی از افراد دچار قطعی برق شدن و خب بعد خیلی ها رجوع کنن به نچرال گس و همچنین استخراج نچرال گس کم شده به خاطر اینکه این طوفان بسیاری از سایت ها و ریک ها و آفشور ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده و آپریشن توی اونجا انجام نمیشه. برای همین بازار به استقبال خبر رفت و گفتش که خب با این وضعیت که تولید نکردن انقدر اینونتوری باشه، وای به حال روزی که تولیدم بکنن. پس میتونیم بگیم یک واکنش احساسی بوده در بازار. اما حالا بریم ببینیم که توی چارت چه اتفاقی افتاده و ما کجا هستیم، چه جور پوزیشن میتونیم بگیریم و اگر پوزیشن بازی داریم که داشتیم از قبل، ببینیم که چجور میتونیم باهاش دیل بکنیم. خب بریم به سراغ چارت ببینیم که چارت به ما چه چیزایی رو نشون میده. خب نمودار هفتگی نچرال گس رو که اگر ما ببینیم، مشخص هستش که این سایکل 4 ساله خودش هستش که نچرال گس از سال سایکل 2 ساله هستش که از سال 2014 تا 16 داشته و الان هم از سال 2018 تا 2020 سایکل نزولیش تموم شده و وقتی که این سایکل نزولی تمام میشه ما وارد سایکل صعودی میشیم که اون هم چیزی حدود 2 سال طول میکشه و الان ما ابتدای این سایکل صعودی هستیم. خب پس میتونیم بگیم که الان ما نسبت بالفرض میگم به 1 سال آینده یا 6 ماه آینده، ما میتونیم برآورد قیمتیمون یعنی اوورالی مثبت بشه بر اساس سایکل زمانی. اما بریم به نمودار روزانه ببینیم که نمودار روزانه به ما چی میگه. توی نمودار روزانه اگر اجازه بدید من این رو بردارم، ترند لاین صعودی که اینجا داشتیم شکسته شده، کاملا مشخصه. اما چیزی که برای من جالب هست همین امروز که بازار الان هنوز هم باز هستش، واکنش قیمت به مووینگ اوریج 200 هستش و دقیقا اومده مووینگ اوریج 200 رو تک کرده و رفته. حالا این میتونه یک واکنش موقتی باشه یا خیر، من فکر میکنم که نچرال گس همین جاها باید آروم بگیره، یعنی روی حدود 1.93 جایی هستش که انتظار من این هستش که آروم بگیره و اینجا یک بیس بسازه و مجددا برگرده به بالای ترند لاین صعودی خودش. چرا که توی مکدی هم ما یک فروش این اشباه فروش وحشتناکی که ما توی مکدی میبینیم، من هرچی زوم بک میکنم فقط یک بار در سال 2018 این اتفاق افتاده، یعنی ما بیشتر از این تا حالا نشبای فروش رو نداشتیم. کما اینکه نسبت به این کف قبلی شما نگاه بکنید، به این کفای قبلی نشبای فروش کاملا مشخصه. توی RSI هم همینجور، توی RSI حالا داریم میرسیم به مومنتوم، یعنی کف قیمتی که نچرال گس توی این 4 سال اخیر توی خودش دیده. پس به لحاظ RSI، به لحاظ مکدی و همچنین استوکاستیک ما الان در منطقه نشبای فروش هستیم و به نظر میرسه که دیگه همینجاها قیمت باید اگر بخواد تکنیکال رفتار بکنه، این اشباه فروش میتونه یک بیسینگ خوب بسازه با توجه به ساپورتی که روی ارزم به خدمتون 200 مووینگ اوریج هست. ولی خب من انتظار داشتم که زودتر این اتفاق بیفته، دقیقا مثلا فکر میکردم اینجاها دیگه قیمت برگرده و بانس بک کنه حتی به سمت بالا، که این اتفاق نیفتاد و به نوعی این پیوت های هایی که اینجا توی این کندل خیلی خوبه 12% ببینید 12% نچرال گس اون روز بالا پرید و بعدش این رالی سعودی رو شروع کرد. امروز هم دقیقا یه چیز حدود 11% فکر میکنم کندل خیلی شبیه این کندل هستش که به پایین زده شد و به نوعی اون
هیجان خریدی رو که داشت رو گرفت و خیلی ها الان استاپشون خورده شده. باید ببینیم که نچرال گس حالا توی یک دو روز آینده چجوری رقم میزنه. من خودم نسبت به نچرال گس میگم مثبت هستم، یعنی اصلا حالا با اینکه من توی پوزیشن بودم و امروز حالا راجع به پوزیشنمون هم صحبت میکنیم که ما پوزیشن رو وارد شدیم، استاپلاسمون روی حدود 2.05 دلار بود که من همون موقع فکر کردم که استاپلاسم بالاست، ولی خب حالا به هر حال استاپلاسمون دیروز عملا زده شده و الان هم خب طبیعتا داره یه چیز نزدیک 7 سنت زیر استاپلاس ما داره معامله میشه، بیش از 7 سنت حدود 12 سنت که عدد قابل توجهیه. من خودم به شخصه پوزیشنم رو نصفش رو بستم، نصف پوزیشن یعنی الان بسته شده و نصف پوزیشن باز هستش. علت اینکه نصف پوزیشن باز هستش این هستش که من نسبت به برگشت روند هنوز مثبت هستم، که همون که امروز میگم تا 3% منفی شد الان یه حدود 1% منفی شده، یعنی پرایس ریجکت کرده. اگر یک بیسینگ فورمیشن مجددا شکل بگیره ما میتونیم اینجا اون نصف نصفی که الان ضرر دادیم رو مجددا وارد بشیم و در صورتی که قیمت برگرده به بالاتر توی همون حدود، پس ما میتونیم ضرر خودمون رو جبران بکنیم و بعدش میتونیم سود بکنیم. به خاطر اینکه اوورالی من ترند رو مثبت میدونم، منفی نمیدونم، و این در حقیقت اتفاقی که امروز افتاد یک شیکات اساسی بودش که صورت گرفت، یک سناریوی بدتری هم میتونه اتفاق بیفته و اونم این هستش که قیمت تا این محدوده بیاد پایین، یعنی توی این گپ، ولی من فکر نمی کنم از این گپ دیگه قیمت پایین تر بره، یعنی دقیقاً 182 183 جایی هستش که خاطر اینکه اینجا فشار خریدی که اینجا آورد خیلی از به قول معروف اوردرها هنوز جا مونده و شاید بخواد بیاد بقیه این اوردرها رو پیکاپ بکنه از اینجا بره، چون توی این کندل خیلی فشار خرید و احتمال این هستش که قیمت مجددا اینجا برگرده و به سمت بالا حرکت خودش رو شروع کنه. در نهایت اون چیزی که من برای گاز طبیعی میبینم قیمت حدود 3 دلار هستش توی گام اول، ولی اگر بخوایم قیمت های خیلی بالاتر بگیم شاید مثلا تا 6 ماه آینده قیمت حدود 4 دلار هم برسه. برای مثال اگر شما برین فیوچرز های نچرال گس رو نگاه بکنید، مثلا فیوچرز قرارداد دسامبر الان اگر داره 1.93 معامله میشه، دسامبر داره 3 دلار معامله میشه. این خودش نشون میده که سنتیمنت بازار به کدوم سمت هست و حرکت امروز و دیروز بیشتر به نوعی یک حرکت احساسی بوده از طرف تریدرها که فشار فروشی رو زیاد کرده. اما با توجه میگم به این شکل کندل هایی که این ور ما داریم مخصوصا اینجا، من فکر میکنم نهایتا نچرال گس یک اصلاح کوچکی رو اینجا داشته باشه یا نهایتا اصلاحش دیگه اینجا تموم شده باشه و برگرده مجددا بالا. پس کسایی که با سیگنال قبلی وارد شدن میتونن نصف پوز، اگر استاپ لاس داشتن که هیچی، استاپشون خورده تموم شده با استاپ لاس و با ضرر اومدیم بیرون. اگر استاپ لاس نذاشتن و مثل من وایسادن حرکت قیمت رو دیدن، نصف پوزیشن رو میتونستن ببندن. اگر هم نبستن که الان حتما مارجین دارن که نبستن، پس میتونن حتی خیلی کم با یک استاپ پایین‌تر مثلا زیر 1.70 میتونن اینجا حتی وارد معامله بشن، یا اینکه نه اصلا ولش کنن که قیمت مجددا برگرده به سمت بالا. پس این سناریوهایی هستش که میشه براش در نظر گرفت. به قول معروف نچرال گس این هفته ما خوبی داشتیم، روی استاک ها روی سهام ها خیلی خوب بود، ولی نچرال گس به قول معروف حال ما رو گرفت. ولی خب ما هم مثل لامبر، اون اتفاقی که برای لامبر افتاد و یک بار اگر اشتباه نکنم یا دو بار استاپ ما رو زد، ولی بار سوم ما الان توی لامبر به شدت پرسود هستیم و منتظریم که اهداف اون رو بزن و ضررش رو جبران کنیم. نچرال گس هم فکر میکنم همین اتفاق براش میفته و ما مجددا وارد سود خواهیم شد و میتونیم از حرکت خوبی که به جهت در جهت بالا داره سود کافی رو ببریم. بسیار خوب، اینو نیاز دیدم ببینم توضیح بدم، چون که خیلی از شما عزیزان از من سوال میکردین و مجبور شدم که حالا این شفاف سازی رو بکنم که چه اتفاقی افتاده در چارت، چه چیزی هست و جهت اینکه آینده ما میخوایم چه پوزیشنی بگیریم یا چه روی کردی باید داشته باشیم رو مشخص کرده باشم. بسیار خوب، امیدوارم خوب و خوش باشین. فردا آخرین روز هست، فردا آپشن اکسپایری هستش. شاید این حتی این روند ها این توی هفته آپشن اکسپایری اینا همه چیزهای طبیعی هستش، باید ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره.
خوب و خوش باشین، سالم و سلامت باشین، فعلا خدا نگهدار.